فهمه. اسمش هم میذارم موانع شناخت، موانع فهم، موانع درک، موانع تشخیص. خیلی بحث کاربردی و مهمی است. چیه اینها؟ یک، گمان. قرآن میفرماید ان یتبعون الا الظن. بعضیا دنبال گمان میگیره، میگه گمان کنم قیامتی نباشه. کی گفته؟ من یه شکی برام پیدا شده دیگه نماز نمیخونم. الان بعضی جوانان متاسفانه اینطور دو تا شبهه براش پیدا میشه، دو تا شک و تردید، نماز رو میذاره کنار، دین رو میذاره کنار. جوانهای عزیز، این صریح قرآن، لا تقف ما لیس لک به علم. چیزی که ناآگاهانه است ازش پیروی نکن. این که دلیل قانع کننده ای نیست. تا یه گمان باطل بر آدم پیدا میشه انسان دین رو کنار بذاره. یکی از موانع فهم گمانه، ظن. خب دوم، تمایلات نفسانی. اینم قرآن میفرماید، روایات هم داریم، بعضی ها رو هوای نفس، به تعبیر یکی از اساتید میفرمود خیلی ها که منکر دینن رو شبهه علمی نیست، رو شهوت عملی است. این آیه قرآنه، بل یرید الانسان لیفجر امامه. بعضی ها میخوان جلوشون وا باشه، نگاه به نامحرم بکنه، زنا بکنه، شراب بخوره، گناه. میگه حالا کو بهش، کو جهنم، کی دیده، کی رفته. این تمایلات نفسانی است. یرید الانسان، و الا کسی تو قیامت شک داشته باشه میاد سوال میکنه، دلیل برای معاد بخوای، دلیل برای قبر بخوای، دلیل برای برزخ بخوای، اینا همه دلیل داره. بعضیا با تمایلات نفسانی حقایق رو کنار میگذارن. الهوا، حدیث قائد و جیش شیطان، هوای نفس فرمانده لشکر شیطان. مواظب باشید، تمایلات نفسانی، هوای نفس مانع درک و فهم شما نشه. اینم دوم. سوم، تعصب. یه خطبه دارد امیر المومنین در نهج البلاغه، توصیه میکنم ببینید، خطبه 234 به نام خطبه قاسعه. امیر المومنین میفرماید شیطان علت اینکه زمین خورد به خاطر تعصبش بود. تعصب یعنی چی؟ دقت کنید من چی بگم. ما دو جور ارزش داریم، ارزش های مثبت، یا دو جور در واقع بفرمایید که سرمایه داریم، سرمایه های مثبت، سرمایه های منفی. مثلا ما روی ولایتمون تعصب داشته باشیم، این خوبه. یه کسی رو خانوادهش غیرت داشته باشه، خیلی خوبه. یه کسی روی حس نودوستی تعصب داشته باشه، اب نداره. تعصب، یه کسی رو صدق تعصب داشته باشه، بگه آه من به عمرم دروغ نگفتم، دروغم نمیگم، این خیلی خوبه. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق. به کارا خوب تعصب داشته باش، بگو من تا حالا دروغ نگفتم، دیگم نمیگم، نخواهم در آیندم گفت. من تا حالا مال حروم نخوردم، در آیندم نمیخورم. این تعصب بد نیست، این تعصب خوبه. فان کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق. حضرت امیر فرمود شما رو کارای خوب تعصب داشته باشید، اما تعصب غلط. میگه آقا چرا بد اخلاقی میکنی؟ میگه بابام بد اخلاق بوده، منم بد اخلاقم. بابات اشتباه کرد، بابات بد کرده، قرآن میگه باباتون نفهمید، شما باید نفهمید. یا سنت های غلط، حالا روی روش غلط. تو این کشور چهارشنبه آخر سال، شب چهارشنبه آتش میافروختن، کاری که نه مبنا داره نه اساس داره، یه خرافات محض. بگه آقا ما این کارو باید انجام بدیم، تو نیاکانمون انجام، نیاکانمون اشتباه میکرده، غلط بوده. سنت های نادرست، سنت های غلط نباید روش تعصب باشه. تعصب بعضیا متاسفانه اینطوره که به اصطلاح قرآن کریم اشاره میکند در سوره زمر آیه 18، ببینید، فبشر
عباد الذين يستمعون القول، حرفا رو بشنوید، فیتبعون احسنه، بهترینش رو انتخاب کنید. این حدیث از حضرت عیسی است، خذ الحق ولو من اهل الباطل، یا خذ الحق من اهل الباطل، حق و از اهل باطل هم بگیر. یه آدم باطلی ولی حرف حق میزنه. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، یکی اهل حقه ولی حرف باطل میزنه، گوش نده. اسلام اینه، میگه اگر دشمن حرف حق زد گوش بده، دوست حرف باطل زد گوش نده. تعصب هم یکی از عواملی است که مانع میشه. حالا من فرصت نیست نمونه های تو تاریخ برای شما بدم که تعصبشون نذاش بیان دین بپذیرن، بیان امامت ائمه رو قبول کنن، بیان زیر بار حق برن. اگر یه تعصبات غلطی در بین ماست، نباید اینها رو باعث کنیم، مانع رشد و ترقی قرار بدیم. اینم سوم، چه چیزهایی مانع شناخته؟ سه تاشو تا اینجا عرض کردم: گمان و ظن، هوای نفس، تعصب. سوم، لجاجت. بعضی ها روی لجاجت زیر بار حق نمیره. ابو جهل تو کوچه های مکه پیغمبر رو گرفت تو آغوش، بی اختیارا گفتن چه کردی؟ گفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این آقا راست میگه، میدونم راست میگه، اما لجوجه. چون لجوجه زیر بار نمیره. هویی ابن اختب میگفت هو این پیغمبر همون پیغمبر آخر الزمان، ولی من زیر بارش نمیرم. ببینید قرآن میفرماید یهودی ها پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. لجاجت یعنی چی؟ یعنی آدم بر یه خواسته غیر منطقی اصرار کنه. خانم شما که میدونی این حرفت غیر منطقی است، برادر من شما که میدونی این حرفت ناصحیه، چرا روش پافشاری میکنی؟ پافشاری روی درخواستهای غیر منطقی رو میگن لجاجت. حدیث هم داریم: اللجوج لا رأی له، آدم لجوج حرفش پذیرفته نیست. آدم لجباز، لجباز به کسی میگن که زیر بار حق نره، بی خود بر عقیده باطل اصرار کنه. خب یکی دیگه هم بگم و بحثو جمع کنم. پنجم، استبداد، خود رأیی. من استبد به رأیهی هلک، اونی که میگه حرف حرف منه. اگه حرف منطقی، حرفی نیست، اما بابا این کارشناس میگه اشتباه میکنی، این آدمی که تو این رشته است میگه تو درست نمیگی. خدا به پیغمبرش که اول شخصیت جهان خلقت میفرماید و شاور هم فی الامر، با مسلمونا مشورت کن، با مسلمونا گفتگو کن، تعامل داشته باش. استبداد در رأی اینه که انسان از آراء دیگران استفاده نکنه، بگه اه من با زنم مشورت کنم، بکن، چه عیب داره؟ مگه شعیب با دخترش مشورت نکرد؟ مگه دختر شعیب مشورت خوب به پدرش نداد؟ مگه زن زهیر مشورت خوب به زهیر نداد، زهیر رو کربلایی نکرد؟ مگه در یه مشاوره موسی با مشاوره مادر و خواهرش نجات پیدا نکرد؟ چه عیبی داره؟ اگر انسان یه کسی حرف خوبی میزنه، حالا دخترشه باشه، بچمه، من 60 سالمه، این جوونه، من 18 سالشه، ولی حرفش منطقیه. بعضی پدرها تو خونه اینطورن، مستبدن، رأی رو میخوان حرف حرف خودشون باشه، با این که غیر منطقی است. من استبد به رأیهی هلک، کسی رو رأیش استبداد ببرزه هلاک میشه. خب بحثمون رو جمع کنیم. این آیه شریفه در سوره یاسین: انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون. بعضیا مثل این است که قل تو گردنشونه، دست و گردنشون تا چانه بسته، اقماه دارن. اقماه یعنی سرشون بالاست، تکون نمیخوره، این ور اون ور رو نمیبینن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. بعضی مفسرین نوشتن من بین ایدیهم سدا یعنی سیر در آفاق،
من خلفهم یعنی سیر در انفس، من بین ایدیهم صدا، آینده رو نمیبینن، من خلفهم گذشته رو نمیبینن، فطرتشون هم نمیبینن. حالا حرفای دیگه هم نوشتن که بماند انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، بعدم میفرماید و جعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. عزیزان، برادران، خواهران، یکی از مهمترین شاخصه های انسان مؤمن بصیرت، فهم. نامه خطبه 133 نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین اونجا میفرماید فالبصیر منها شاخص والاعمال لها شاخص. آدم بصیر از دنیا توشه میگیره، استفاده میکنه، اما آدم کور فقط دنیا رو میبینه، آینده رو نمیبینه. فالبصیر منها متزود، بصیر از دنیا بار خودشو میبنده، اما والاعمال لها متزود، اعما فقط برای دنیا میدوه، افق آینده رو نمیبینه، قیامت رو نمیبینه، برزخ رو نمیبینه، جهنم و بهشت رو نمیبینه، همه ی افق دیدش، راننده‌ای که فقط جلو ماشین نگاه کنه تصادف میکنه، باید چند کیلومتر جلوترم ببینه، باید خطرات اطرافم ببینه، پشت سرم هواشو داشته باشه، راننده‌ای که بینش و پشت سرش صد باشه، شما یه ماشین تو جاده جلو نبینه، پشت سرم نبینه، آینش خراب باشه، چراغشم خاموش باشه شب تاریک. و جعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلف، تصادف میکنه. راننده‌ای تو جاده خوب میره که پشت سرشو با آینه کنترل کنه، جلوشم با نور تو شب تاریک ببینه. اگر کسی صد جلوش اومد نمیبینه، نه آینده نه گذشته. این است که در این آیات اشاره به این نکته مهم، یعنی فهم و بصیرت در دین است. همونه که در آخر سوره یوسف آمده قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. خدایا به همه ما توفیق درک و فهم دین و توفیق شکر نعمت‌هایت رو عنایت بفرما. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب یه فرمایشی دارن خیلی مفصله، یه بخشش اینه. فرمود عبدالله ابن جندب کمترین عضوی که در انسان شکر میکنه چشم و زبانه، در اون روایت داره. فرمود عضوی در انسان شکرش کمتر از چشم و زبان نیست. یعنی چی؟ یعنی این دوتا عضو، چشم که خدا هم جداگانه نعمتش رو ذکر کرده، فرمود عینین و لسانن و شفتین، اگر کسی با این چشم بصیرت و فهم نداشت، با این زبان ذکر و یاد و خیرخواهی نداشت، این میشه ناشکری. چرا امام میفرماید این دو عضو اقل و شکرن هست میان اعضا؟ برای اینکه این دو عضو گاهی به جای شکر معصیت میکنه، اسیان میکنه، خود این ناسپاسیست، ناشکریست. و لذا حواسمون جمع باشه، با زبانمون، با چشممون بتوانیم شکر کنیم، و شکرم به این است که ازش به طور صحیح استفاده کنیم، بهره ببریم. خداوندا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما. خب یه سلامی هم به محضر مقدس ابا عبدالله علیه السلام داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. گذشت رو از ابا عبدالله یاد بگیرید. وقتی روز عاشورا حر ابن یزید ریاهی آمد خدمت ابا عبدالله، اون کسی که راه رو بر ابا عبدالله بسته، اون کسی که به هر حال امام حسین علیه السلام رو از حرکت باز داشته، در آغاز دل ابا عبدالله، قلب ابا عبدالله رو جریحه دار کرده، اما روز عاشورا وقتی آمد سرشو پایین انداخت، امام دیگه به روش نیورد تو چه کردی، حلی من توبه، آقا جان توبه من پذیرفته است،
ابا عبدالله بلا فاصله او رو پذیرفت. عزیزان، روز عاشورا فرق زیاد شکافته، فرق عباس شکافته، فرق ابا عبدالله، فرق قاسم، فرق علی اکبر، اما تنها یک فرق است که امام حسین با دست مبارکش دستمال بر اون فرق بست و اون فرق حر ابن یزید ریاهی است. میدانی یعنی چی؟ یعنی حر نه تنها از تو کینهی به دل نگرفتیم، بلکه بالا سرت آمدیم، بلکه با دست خودمون فرق تو رو بستیم. طبق بعضی از نقلها امام حسین مرثیه هم براش خوانده و کنار بدن حر نشسته. این نشان میده به ما یاد بگیریم از مکتب ابا عبدالله گذشت رو. آقایی که سر حر رو به دامن گرفتی، سر حبیب رو به دامن گرفتی، سر غلام سیاه رو به دامن گرفتی، سر عده‌ای از اصحاب رو، فرزندان رو، اما دلها بسوزد که خودت تو گودی قتلگاه هرچه نگاه کرد کسی نبود سر ابا عبدالله رو به دامن بگیره. و زخده على الرمل و التراب، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله،